سلام برابکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم با بیبی بی بای معروفمون امین او سلام سلام تشویق تشویق مصطفی برف آقا امروز من راش بخواین ازتون معذرت میخوام چند روز ضبط نکردم ویدیو و این برنامه هم نباید الان ضبط بشه ولی چون امین مادر گل صلواتی امروز گفتش که سه هفته است هم سعی میکنم ضبط کنیم هر روز یه اتفاقی داره میفته اگه زدن نکنیم من حداقل نصف مامو میزنم گفتم خب همش از ته بزنم گفتن نصفش میزنم که مامو از شاکیشه به خاطر همین گفتم دیگه بیام این ویدیو رو ضبط کنیم من راستش بخوای امروز امروز مالیات کاناداست بعد من خودم شخصا هر سه سال یه بار مالیات میدم یعنی میشم چون تا سه سال وقت داری مالیات ندی بعد من همیشه میشم سه سال که میشه میشم سه سال پشت سر انجام میدم بعد دوباره میشم سه سال بشه سه سال پشت انجام میدم النا چون خیلی مقرراتیه باید سر وقت انجام بدیم و اینو بعد آدم باشیم واسه همین دیگه سر وقت انجام میدیم و الان دیگه الان یه دقیقه رفت بیرون یه کاری داشت کار همین برای خونه فروختن و ریل استیت رفت بیرون یه دونه میتینگ داشت یه ساعت من گفتم یه ساعت بشیم ما هم یه گپی بزنیم و یه حالی بکنیم و موهای امین رو سیو کنیم اول اول او که چقدر واسط بولیدن یا واسط النا چقدر تکس بولیدن چیزی که بولیدن 60000 تا 50 خورده خب هزار تا رو به من بدی من دیگه تا آخر عمرم پول نمیخوام یه موضوع نه این اشتباهه چیکار می‌خوای بکنی با تا 60 تا رو میذارم بانک مایی 100 تومن میگیرم خب آره ولی ده سال دیگه دلار میشه 500 هزار تومن بعد پولش میشه 6 هزار دلار تو بانک خارجی میذارم بانک خارجی بیشتر از سه درصد نمیده بانکی که من توشم صفر ممیز صفر یک درصد میده یعنی یک هزارم درصد خاک و داره سود میده اوه او به نظر تو چی میخوای بخوریم پول رو بده. نه پوله رو که حل میکنیم من چون من همیشه النا به قول معروف برای چون که کاراشو مثلا با وکیل و اینا هست با کمپانی و با باشن پولی که میاد تو حسابشون ریپورت میشه به دولت تا دولت میدونه دقیقا چقدر درآورده و حسین بهش میگه میگه انقدر دروردی انقدر با مالیات بدی النا میاد هر چند وقتی چون برای کسی مثلا ای... چون که خونه میفروش و اینا با وکیل اینا کار میکنن زیر یک کمپانی هن. بعد این کمپانی در واقع چکای النا رو از وکیل میگیره میده به النا بر همین به دولت هم میگه بعد دولت دقیقا میدونه دیگه النا چقدر پول درآورده میگه به سو پولی که درآوردی بعد انقدر تکس بدی بعد النا میاد حالا میگه مثلا چقدر خرج داشته که اینقدر پول در بیاره چیکار کرده بعد این تکس بالا پایین میشه من چون همش کار خودمو میکنم و من سال اولی که اینجا درس خوندم یه کورس حسابداری برداشتم توی این کورس گفتیش که آقا اینطوری 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 این من همون یه کورس هم برداشتم. اما اونجا فهمیدم که خب تو اگه اینا همین همین چهار چیزی که داره به یادت میده تو تا آخر عمرت میتونی مالیات ندی دزدی نیست چون همه چی قانونیه و دولت هم اصلا میخواسته این اتفاق بیفته ببین کاری که میکنه میگه آقا مثلا امین تو آخر سال 1 میلیون دلار پول درآوردی این 1 میلیون دلار میخواد چیکار کنی تو میگی میخوام باهاش حال کنم میگه خیلی خب 450 تا شش بده به من 550 شش مال تو این میشه مالیات کانادا حالا تو میای میگی که یه میلیون رو میخوام برم باهاش یه شعبه بزنم یه سنان شعبه دوم برم یه ساختمون رو بخرم بکنمش ورهاوس دومم انبار دومم بعد که بری این کارو بکنی یه میلیون رو میدی اونجا بعد دولت میگی خب چقدر پول در بردی میگی هیچی هرچی پول در برده بودم یه میلیون بود یه میلیون یه زمین خونه خریدم یه میلیون دلار دیگه هیچی پول ندارم صرف دلار پول دام. دولت میگه اوکی پس هیچ بدهکاری کسی به کسی نداره ولی من نوعی الان یه دونه دارم که یه میلیون میارزه بعد کاری که میتونی بکنی آره چون میگم پیچوندن نیست دولت میخواد که تو بیزنس رو تو گنده کنی میخواد پولو بریزی تو بیزنست میگه بریز آقا تا جایی که میتونی بیزنس رو تو گنده کنی, میخواد رو رو گنده کنی. از قسمت پول که لذت ببری باید تکس بدی ولی پولی که کاره نیازی نداره مثلا این که ریلتوره وقتی میره بیرون ناهار میخوره اون ناها رو برای تکس کم میکنه چون میگه من اینکه آدم ها رو ببینم باشون حرف بزنم میرم توی رستوران پول غذاشون رو میدم ولی من اینکه از چین جوهر میابردم تو انبار نگه میداشتم میفوختم به آمریکا نمیتونم غذا ما بزنم جز بیزنسم چون میگه که نمیتونم هم غذا بخورم بگم به خاطر بیزنس غذا خورم میگه دو تو بی غذا خوردن تو هیچ ربطی به بیزنست نداره واسه همین نه نمیتونی بزنی ولی النا میتونه حالا خوشگلیش چیه توی دنیای بیزنس من که باشی مخصوصا الان که یوتیوبر شدم چون من یوتیوبرم دیگه انترتینمنت یا خوشگذرونی جزئی از حساب کتاب میشه واسه مثلا من هفته دیگه دارم بلن میشم برم تورنتو واقعا هم واقعتش همین دارم میرم هم تورنتو میخوام چند تا یوتیوبر رو ببینم باشون حرف بزنم چطور چیزشون یاد بگیرم باشون یه یوتیوب درست بکنم برگردم دیگه تمام خورد و خوراک و هتل و هواپیما و همه این چیزای من میشه کاست ولی من وقتی جوهر میفروخم نمیتونستم این کارو بکنم چون الان میتونی بگی به دولت برای کارم دارم میرم الان میتونم یه قایق بخرم 100 میلیون دلار بگم برای کارم رفتم یه قایق خریدم که به یوتیوبرای معروف بگم آقا بیاین رو قایق من ویدیو ببینین این قابل قبوله چون میگن که اوکی کو ویدیوش بعد چهار تا ویدیو که رو کنی میگن قبوله داره برای کار استفاده میکنه یعنی تو میتونی توی سال یک سنت هم تکس ندی درسته؟ آره مثلا من تکس هم که اول وارد کردیم تو کامپیوتر اسم منو زدیم زد دولت بعد به من هزار و... نمیدونم یه پولی پس میدن اگه هیچی پول در نیورده باشی یه پولی دولت بهت میده مثلا 2000 دلار بهت پول میده برای من زد بعد 2000 دلار به من پول بدی آره برای النا رو زد باید شست هزار دلار پول بدی یعنی دو دلار منم خورد پنجه و شیش هم زد روش <applause> آقا خب تو یه حرکتی واسه ما بزن واسه من یکی جالب شد چی؟ بیا حساب بانکی تو نشون بده چقدر پول رفت آمد کرده من حساب بانکی ندارم من یه کاغذ هم تو توی زیر تخت خوابم نگه میدم تو اون جعبه. آره آره میدونم میدونم شما با هنو با چیز آتش به هم پیام میدید بالا پشت حساب بانکی خیلی پرایوته بیبی بوی نه یوتیوب یه سال که کاری بریزیم رواب نمیشه اصلا فکرشم نکن چهار ما یه فصل رو بدشون میدم یه فصل چهار دیگه سه ماه دیگه حالا سه ماه آقا خیلی خوب خیلی خوب خیلی وای این تو فاک چی کشیدن مامان بابا یعنی مامان بابا از وقتی که تو پنج سال شد تا پری روز نتونستن با هم دیگه سکس کنن چون تو فرق گفتی مامان بابا مامان بابا این چی اون چی این اینو اون رو یعنی بابا وقت نکرده اصلا فکر کنه دودول داره چی یعنی خوب شد. از پنج سالگی تا پریروز امیدان یه پری روز چرا تا همین دیگه نمیخوام بگم دیروز چه خبر بود خونت که ای این بعد دیگه خونه نبودم <تصفح> خب دیگه چه خبر همین او نفیشون بو نفیشون بودن شو بودن شو رسوار بل میاد من تو دیسکورد منتظرم ببینم کسافت کاری های سه ماه اول سال خیر خب دیگه کید کردی و الکون اوکی آقا چیز کن س... چهار از پرخش نشون بده نه دیگه حس ندارم من از ماه اول تا ماه چهار بد نشون میدم دیگه دیگه, سختش نکن آقایون عزیز بچه های گل خواهم چیز بهتون بگم پول خوشبختی نمیاره به فکر خودتون باشین یاد بگیرین واقعا خوشحالی از توی دل آدم میاد آدم آدمی هست که زیر پل بخوابه خوشحال بلند شه من باش حرف زدم اون نکردم حرف میزنم آدمی هستش که میلیاردر باشه و ناراحته سه تا کردم که دقیقا میدونستم میخوای چیز بکنی <تصفح> سه <سر زب نشه>. تا <تصفح> نه بچه گوش نهید پول خوشبختی نمیاره پول خوشبختی میسازه جنوری 82 هزار دلار پول منه تو حساب 40000 هزار دلار رفته بیرون 43 تا مونده ماه بعد چیکار کردی چطور دلار خرج کردی میگم این همه بعد چیز رو بریم توشون حسین ندیم دیگه خلاصه میگم دیگه ماه بعد 7000 دلار اومد تو حساب 38 دلار رفته بیرون ماه بعد 38 تا اومده تو حساب 26 تا رفته بیرون ماه بعد 44 تا اومده تو حساب 66 تا رفته بیرون آقا تو زرر یه ای وطن من اشکه با تو رفاقت کردم ببینی میکنم یه سودی بکنی میگم یه بس خرابه بچه تو رو خدا لایک کنین شیر کنین بفرستیم مثلا دوستات رو نها کن هر واسه تو زرریم چیزه ولی یه سوال دیگه برای من پیش اومد که الان زنت یعنی النار برای شست که تکس بریدن تقریبا درآمدش باید بین 300 تا 400 هزار دلار باشه یه کمتر بیشتر دوربر دیویست خورده ای یعنی تقریبا 35 هزار درصد سال آره م... تا, تا, تا 48 درصد هم میگیرم بسید چقدر در بیاری ولی خب میگم الان من تکس ایلانا رو هنوز کامل انجام ندادم اونم خب حساب کتابش خب تو حساب خودشه دیگه یعنی ما حساب اون که یکی نیستن یه یک بانک دیگه است ولی میگم من چیز تکس بده نیستم اصلاً بخوای و اینا برای تمام کسی که میخوام بیان آمریکا و کانادا رو حداقل که من میدونم قانونشو اگه برای کسی کار بکنی دیگه به قانون رو راهی نداری یه جوری گیری توش ولی برای کسی کار نکنی تو حد میتونی همیشه هی کمپانی تو و قوی‌تر و قوی‌تر کنی و با قوی‌تر کردن کمپانیت میتونید به قول تکس ندی چون که میگی دولت میگه یا پول بده به من یا بده به گنده کردن دو بیزنس آقا, آقا یه موضوعی جون. من دارم واسه تو کار میکنم یه پولی از تو میگیرم کل این پول رو که یه بیزنس دیگه سرمایه گذاری میکنم آره اون میشه اوکی یعنی نفر کسی کار میکنه مثلا بگی من شبا یوتیوبرم بعد چون میگه من شب یوتیوبرم دیگه هر وقت میره بیرون غذا میخوره غذاشو میتونه تکس کنه بعد وقت از تکس که کارش که میده کم میشه میگم خیلی چیزا هستش که مثلا بعد من بیزنس جوهرم که خورد زمین نزدیک 700 800 هزار دلار من جنس داشتم بود بعد اون جنس ها رو کاری که میکنی ترانسفر میکنم رو خودم میگم که من بیزنس زدم که بیزنسم بالا به هر دلیلی از بین رفت و من الان نزدیک 800 هزار دلار جنس رو باید از بین ببرم یا اینکه دیگه ندارم بعد دولت اون 800 دلار رو میزنه تو تکست میزنه این آدم 800 دلار از پول دست داده بعد امسال چقدر پول در آوردی؟ مثلا 100 هزار دلار پول درآوردم بعد میگه خیلی خوب 100 دلار که پول در بزن به اون 800 دلار که پول از دست داده پس میشه هنوز 700 دلار پایینه هیچی نمیخواد تکس بدی 700 دلار میدید سال بعد و سال بعد که اگه توی بیزنسمنی بودی بیزنس زمین خورد به وسیله مالیات کمکت کنه برگردی بالا آره یه چون میگم قانون یعنی قانون تکس اگر برای کسی که بیزنسمن هستش کار خوش داره قانون تکس درست شده که تو رو واقعا قوی تر کنه و آدمایی که احمقانه واقعا پوش میکنه چون مثلا آخر سال یه حساب داره میگه داده باید 100 هزار دلار تکس بدی نمیخوای مثلا مغازه تو یه رنگ بزنی نمیدونم اون چی اسمش تابلوی دم در مغازه عوض کنی چرا تو عوض کنی نمیدونم مثلا خوشگلش کنی مغازه تو بعد میگه چرا میگه خب مثلا چرا خرج ایناست؟ میگه سی هزار تا میگه خب برو این سی هزار خرج بکن این سی هزار تا تکس کم میشه بعد که میره میگه الان تکس شد مثلا چند هشت هزار دلار بعد میگه چه خوب پس اون اون فقط واسش 10 هزار دلار کاست کرده به جای هزار دلار واسه اون بیزنسمن ها رو پوش میکنه که کارهای چیز انجام بدن کارهای بهتر انجام بدن حتی ایرانی اسکول هستن که مثلا یه بار از این کارا نکنن چون عقلشون نمیرسه ولی خب اکثر آدم عقلشون میرسه ولی, ولی واقعا اگه یه چیزی تو ایران قرار باشه تکس ببرن و من هر چقدر درآمد داشته باشم سه میلیارد برام تکس ببرن همونجا سکتی کردم موجود <applause> جان راست الان اومده خیر منو گرفته میگه شیش کی به من بده راست میگم دیگه میگه. آقا امین ما مگه این ویدیو اون دیگه نه ویدیو رو نگاه کنیم اون ویدیو که چطوری اومده ماه اول قرار بود اونم 200 هزار تومن بگیره 10 میلیون ما رو تیغید ماه اول هر ماه هم, هم همینجوری تیغیده بعد به ادیتورم کسکش دروغ میگه میگه نه بابا من دروغ گفتم واسه یه دوربین که مثلا مردم فکر کنن هم ما رو دروغ کرد خیلی دقیق اسم تو امین تو اصلا شمر واسه گوش بده مامان دیگه امین فامیت هم بکن صادقی اومد که آقا تو بیزنس ده درصدش رو به قامل معروف بده من من گستم میارم هر چیه یعنی مثلا عدسه بکنه اگه من مال رو ازش بگیرم میگی مال رو ده سنتشو رو بده من ده سنت دستمال رو ببرم بذارم که نا تو پاکت بفرستم ایران چون میگه ده درصد بانه منه بعد میگم که من رو از 60 تا تکس دادن تو بیا بالا دیگه میگه من چرا آقا شما میری توی بیزنس هنوز وقتی شیش گیت در نهی تو شیش گیت <تصحنت> در نهی بردی بسی پول یوتیوب کی میبره خدا شاهده و خرج دعا در بچه آقای امین صادقی نکن این کارو نکن کار خب برای امیدوارم حال کرده باشی این به قول معروف داستان تکس بود و یه چهار ماه از خرجای بنده و حالا آقا قرب خدافزی سوال دارم از حسن نشتم برم علی ا... ا... یه کاش که میرفتم توی اون لیست بهتون نشون میدادم که مثلا چقدر از پوله که دارم خرج میکنم پول ا... پس انداز و اینوستمنته یعنی میره تو حسابای استاک و اینا واسه آینده. کاش نشون بهتون میدادم که میدیدین. برنامه دیگه. نه بذار نشون بدم این خیلی آموزنده است. فقط یه ماه میرم جنبلیو میرم پایین چون حوصله ندارم بش بخوام. اولین خرج رفته به یه حساب پس انداز بعد بیمه ماشین بعد یه پیمنت یه چیزی نمیدونم چی یه چیزی خریدیم پیمنتی بعد 650 دلار تکس خونه 200 دلار پول آب 300 دلار یه جا رفته نمیدونم چیه پول مورگج خونه بعد رفته پول پسنداز 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 پول گاز 200 دلار اون دوباره نمیدونم چیه نمیدونم چیه شروه بعد دوباره پسنداز پسنداز بیمه خونه پسنداز پس انداز پس پیمنت یکی ماشین سیاهه پول برق 873 دلار اونا شنگار جنگله دلار پول برق یه کارمارا و این حرف هاست بعد شهر رو روشن میکنی؟ ای گوگل به اون 18 سنت پول داده بعد ازم به حضور پس انداز پس پسنداز 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 پول مرگج پسنداز پسنداز <پول parole امها profitablecakelette> پسنداز 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 پول کردیت کارت که میشه همش همون اون یکی بود امیزان 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 این 6600 میشه اونا جمع اونا یکیش میره تو استاک یکیش میره تو بیت کوین یکیش میره تو ایتریوم یکیش میره تو نمیدونم یه جای دیگه ولی همشون حساب هم که مثلا واسه 65 سالگیمه و بیت کوین اینا خیلی کمه مثلا 5 درصدش هم نیست 95 درصدش تو جای دیگه است بعد دوباره پسنداز پول همون ماشین در دلار چک به النا احتمالا بعد یه سری داشتن بانک 50 دلار 60 دلار بعد دوباره پسنداز 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 پسانداز 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 بیمه خونه پسنداز پسنداز مهد کودک موموکو گوگل به اون 975 دلار پول داده بعد دوباره پسنداز پسنداز پول ماشین پسنداز پول در واقع کیبل اینترنت که شروبر همه دور کارت هاست لاتاری 223 دلار و, بیس و دولار. آخر اینجا لاتاری که میخری پولش رو استفاده میکنن واسه اینکه شهر رو بهتر کنن پولش رو خرج بیمارستان و مدرسه و اینا میکنن و من خواهدم یه حساب باشه هر ما بخر و اینا ولی باور ندارم کسی میبره یعنی باور ندارم ببرم کاملا به فکر خیلی این کارو رو میکنم مالیات خونه، پسنداز، کاراته پاشا پسنداز پسنداز مورگج خونه ده و نود و هم پول که بانک حساب بانک داشته باشه این خرج یک ماه من یعنی من حرفا که میزنم خودم انجام میدم میگم بچه پسنداز کنیم فکر آیندتون باشین من خودم میکنم فقط زر نمیزنم شما بکنین خوب بکنین صبح و شب بکنین چکس